به نام خداوند بخشنده مهربان. ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است، بخشنده است و مهربان. پادشاه و داور نهایی است. پروردگارا تو را می ستاییم و از تو یاری می جوییم. ما را به بهترین راه راه نمایی کن، راه آنان که بر آنها مهر و برکت داشتی، کسانی که بر آنها خشم نمودی، و نراه گمراهان. خدایی جز خدای یکتا نیست، خداوند پایدار و استوار. خدایی که نه زایده شده است و نه کسی را زایده است و هیچ کس مثل و همتای او نیست. یزدان پاک یاور کسانی است که به او باور دارند. او آنها را از تاریکی ها به سوی روشنایی ها راه نمایی می کند و آنان که با بیمهری خود از مهر خداوند بزرگ دور افتادند، اهریمن پیشوایان هاست که آنان را از روشنایی به تاریکی می کشاند. درود با لیلا، لیلا پهلوی، پرنسس نوجوان ایرانی، محبوب میلیون ها دل و دیده پاک آن سرزمین اهورایی و جاودان. او که در پی ستم اهریمن همیشه افسرده بود و اما لبخند به لب داشت و به ایرانی بودن خود افتخار میکرد. اللهم صل علی محمد. هذا آقایان هم با یک قلب خاکی آمدن که بگوین این عزیز، عزیز همه ما،
همه این ملت ایران است. امیدوارم که انشاءالله خداوند به شهبانوی عزیز ما صبر عنایت فرماید. امین. خوب به هزارشاه دلقوم ما که اول زندگیشان هست باید همین خود دنیا به همه بزرگان و رؤسها و پادشاه ها حتی پیغمبران هم دیدن. پیغمبر اسلام دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها با اون عظمت روحیش پیغمبر فرمود اول کسی که به من ملحق میشد تو هست. ایشان از فراغ پدر بزرگوارش شهید در راه وطن بند خودم شنیدم پسرم که بود پروفسور فرانسوی که خدا این فرانسه را حفظ کند گفت من وقتی رسیدم که دیگه میکروت وارد بدن شاه شده بود. این دختر از فراغ پدر از فراغ مادر بزرگ دیگه هیچ راحتی نداشت. 8 سال پیش بنده در یک عقدی بودن که شهبانو و فریده دیبا که اون خانم بزرگوار که می فرمود من 3 ماه هر سال روزه می گرفتم. رجب و شعبان و رمضان من حق دارم از خدا دارم. این دختر خانم این فرانسیس بزرگ با عظمت در اون جشن بود. من که صحبت می کردم از بزرگواری و لحمات شاهنشاه ها جمعه می گفتم این دورت بی اختیار آمد به طرف من. من به پسرم که کشتن گفتم پسر جان فرانسیس بزرگ فرانسیس ایلاس دستش رو بروز. فرمود نه من نمیذارم دستشم دست من رو بروز. من صورت برادرم دارم. این فرانسیس در راه وطن کشته شد و هیچ حرفی هم نیست. انشاءالله امیدوارم خداوند به درجات عالی که خواهم رفت پیش پدر بزرگوار که به موجب آیین بدرود با لیلا. لیلا پهلوی پرنسس نوجوان ایرانی محبوب میلیون ها دل و دیده پاک آن سرزمین اهورایی و جاودان. او که در پی ستم اهریمن همیشه افسرده بود و اما لبخند به لب داشت و به ایرانی بودن خود افتخار میکرد. برنامه امروز رو به بانوی پرمهر ایران شهبانو فرح پهلوی تقدیم می‌کنم که ایشون درد و رنج بسیاری در این سال‌ها کشیده
مثل تمام ملت ایران که در درنج بسیاری کشیدن، فرزندان بسیاری از دست دادن، ملت ایران داغ‌های بسیار دیدن، آوارگی‌های بسیاری رو دیدن و به هر حال شهبانو هم بعد از هجرت و بعد از مرگ همسرش به تازگی مادرش رو از دست داده بود و اینک نیز عرض کنم خدمتتون دخترش رو، جوانترین دخترش رو از دست داده که تمام ملت ایران خودشون رو در این سوک سهیم دونستن و میدونن چه کسانی که هوادار نظام پادشاهی بودن و چه کسانی که نیستن. شب رویایی من باش لیلا 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 لیلا
بالاست مرا، معلوم نشد که در طربخانه خاک نقاش ازل بهر چه آراست مرا. چرخ فلک خرابی از کینه توست، بیدادگری شیوه دیرینه توست. ای خاک، اگر سینه تو بشکافند، بس گوهر قیمتی که در سینه توست. زمانه می کند غمناکت، ناگه برود ز تن روان بود، بر سبز نشین و خوش بزی روزی چند، زن پیش که سبز بود
بردمد از خاکت. گردند فلک نیز به کاری بود است، هر جا که قدم نهی تو بر روی زمین، آن مردم که چشم نگاهی بود است. به تبایع چو به کام تو دمیست، رو شاد بزی اگر چه بر تو ستمیست. با اهل خرد باش که اصل تن تو گردی و نسیمی و غباری و دمیست. چون نیست زهر چه هست جز باد به دست، چون هست بر چه هست نقصان و شکست. انگار که هر چه هست در عالم نیست، بندار که هر چه نیست در عالم هست. که به زیر پای هر نادانیست، کف سنمی و چهره جانانیست. هر خشت که بر کنگره ایوانیست، انگشت وزیر یا سر سلطانیست. دریاب که از روح جدا خواهی رفت، در پرده اسرار فنا خواهی رفت. می نوش ندانی از کجا آمده ای، خوش باش خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت. Thank you.
پرده اسرار کسی را ره نیست، زین تعبیه جان هیچ کس آگه نیست، جز در دل خاک هیچ منزلگه نیست. می خود که چون فسان ها کوته نیست. دشتی که لاله‌زاری بوده است، از سرخی خون شهریاری بوده است. هر شاخ بنفشه که از زمین می روید، خالی است که بر رخ نگاری بوده است. سبزه که بر کنار جویی رسته است، گویی ز لب فرشته خویی رسته است. پا بر سر سبزه تا به خاری ننهی، که این سبزه ز خاک لاله رویی رسته است. آنها که کهن شدند و اینها که نوند، هر کس به مراد پیش یک تک بدوند. این کهن جهان به کس نماند باقی، رفتند و رویم و دیگر آیند و روند. آن کس که زمین و چرخ و افلاک نهاد، بس داغ که او بر دل غمناک نهاد. بسیار لب چو لعل و زلفین چو مشک، در طبل زمین و حقه خاک نهاد.
رفتن ما سودی کو بس تار امید ما پودی کو چندین سر پای نازنینان جهان می سوزد و خاک می شود دودی کو صد هزار سال از دل خاک چون سبزه امید بردمیدن بودی بخشنده مهربان ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است بخشنده است و مهربان پادشاه و داور نهایی است پروردگارا تو را می ستاییم و از تو یاری می جوییم ما را به بهترین راه راه نمایی کن راه آنان که بر آنها مهر و برکت داشتی نه راه کسانی که بر آنها خشم نمودی و نه راه گمراهان جز خدای یکتا نیست خداوند پایدار و استوار
اشمای سیاهای ترگردون راه میری نازک نازک جون قد تو بالای ترگردون اوهای لیلا 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 در گورستان پسی در پاریس هستیم. لحظاتی قبل شاهزاده خانم لیلا رو دور از وطن به خاک بیگانه‌ای سپرده ایم به عنوان امانت. شهبانو مادر داغدار روزگار ما در این لحظات برنامه و مسیر جریان دیدارها رو به پایان رسوندن. در این مدت مردم احساسات بسیاری چه در داخل چه در بیرون از ایران نسبت به این اتفاق نشون دادن و نشون دادن که چقدر در با خانواده پهلوی، با شهبانو و با رضا شاه دوم همراه و همگام هستند در احساسات قلبی، در نیازهایی که جامعه ما در داخل ایران و بیرون از ایران داره. میکروفون رو به شهبانو میدم تا در این مرحله از پایان این خاک سپردن وال حضرت لیلا کلماتی رو ایراد بفرمایید. میخواستم تشکر کنم از محبت و عشقی که تمام هموطنان لیلا به اون نشون دادن، به یاد او بودن، تمام هموطنانی که در خارج از ایران و به خصوص اونهایی که در داخل هستند، از گوشه و کنار دنیا، از نامه هایی که فرستادید، از پیغام هایی که فرستادید تشکر میکنم. لیلا دختری بود عاشق پدرش، عاشق مملکتش، دختری با دلرحم، حساس، ولی با یک اخلاق و شخصیت قوی، مهربون، از خود گذشته، به یاد میهنش همیشه بود. در این لحظه تنها چیزی که دارم اینه که بگم جوانان ما،
جوانان ایرانی، به خصوص جوانایی که در داخل مملکت هستین، روحیه خودتون رو قوی نگه دارین. این و لیلا، روح لیلا از اون بالا مثل یک فرشته‌ای نگهبان شماست. و الان پیش پدرش امیدوارم آخر تنها آرزوی هم اینه که روزی خودش و پدرش که به امانت سپرده شدن اینجا در خاک پاک ایران باشن. خدا حافظ و نگهبان تمام جوانان ایرانی باشه. اون چیزیست که من از خدا برای همه شما میخوام. خدا بهتون قدرت رو صبر بده. سپاسگزارم. این گل رو میخواستم از طرف لیلا برای تمام جوانهایی که در ایران عمر خودشون رو از دست دادن، اونهایی که شاید قبرشون نام و نشان هم نداره، این از طرف لیلا برای همشون.
شده. میریم پاریس. آقای دکتر حسن عباسی گزارشی دارند از مراسم امروز، گرد همایی ایرانی ها امروز در فرانسه. آقای دکتر عباسی به شما شب بخیر میگم در پاریس. درود بر شما آقای میودی، روز خوش در لس آنجلس و روز و شب خوش بر تمامی هموطنان مهربانمون که در سراسر جهان. ممنون، سپاسگزاریم. شما صدا دارید که یعنی که الان در شانزلیزه ایستادن دوباره نگاه میکنن. سلام میکنیم و همراه خانم فرنودی و آقای دکتر امیر احمدی، میهمانان برنامه، میهمان برنامه آقای امیر احمدی، همکار برنامه خانم دکتر نیلوفر فرنودی. خب آقای دکتر عباسی، چه خبر در پاریس امروز بود؟ همونطور که مطلع هستید آقای میبودی، امروز پرنسس جوان مرگ شده ایرانی خانم لیلا پهلوی رو در گورستانی که در چهار قدمی برج ایفل در پاریس قرار گرفته به خاک سپردند. این قبر، این گورستان البته در تقریبا 200 متری خانم خونه شادروان فریده دیبا نیز هست که محل اقامت شهبانو فرای پهلوی هم نیز اونجاست. از تقریبا ساعت 1:30 بعد از ظهر ده ها نفر جلوی خونه ایشون جمع شده بودن و ده ها نفر در جلوی گورستان. گورستان من به اطلاعتون برسونم آقای میبودی که چون در قلب پاریس و در کنار برج ایفل هست دیگه به اصطلاح جایی نداره، ولی خانم دیوانی اونجا دفن شدن و لیلا عزیز رو امروز اونجا به خاک سپردن. در این مراسم آقای میبودی در سر تا سر جهان اونطور که من دیدم در اونجا و شاهد بودم افرادی شرکت کرده بودند، حتی از ایران، از تمام کشورهای اروپایی، از کانادا، از لس آنجلس شما، از نیویورک، واشنگتن، افراد زیاد اومده بودند. حدود همونطور که میبینید، ولی این عکس میبینید، مردم ابتدا به صف ایستادند تا تابوت پرنسس لیلا وارد گورستان شد و بعد از اون از کنم خدمتون استاد بهاءالدین مهدوی امام سابق مسجد سپهسالار که من با اجازه خودشونشون گفتن دیگه بهشون نگیم آیت الله، با کت شلوار که عکسشون هم میاد اینجا، آقای رضا پهلوی هستند که آخرین دقایق رو دارن میگذرن لحظات رو بر تابوت خواهرشون و این هم خانم ایران برادرشون هستند، برادر آقای علی رضا پهلوی. از کنم خدمتتون که تقریبا بیش از 2000 نفر در داخل گورستان حضور داشتند و حدود 1000 نفر، 800 نفر در بیرون گورستان، چون تا وقتی که 2000 خوردی وارد شدن دیگه در گورستان رو بستند به خاطر مسائل امنیتی که افراد دیگه نتونستن وارد بشن. ولی در پایان مراسم خانواده پهلوی به صف ایستادند و با مردم، از مردم سپاسگزاری کردند، خداحافظی کردند. ده ها روزنامه نگار و خبرنگار و کامرامن از کام خارجی نیز اونجا حضور داشت در جلوی در. از کام خدمتتون شخصیت های فرانسوی بسیار بودن، از جمله آقای فردریک میتران که پیوند دوستی خوبی با خانواده پهلوی داره، دختر خانم های جوان فرانسوی بسیاری حضور داشتند و با اندوه بسیار به اصطلاح در این مراسم شرکت کردند. از کام خدمتون های میبودی در هنگامه ای که آقای مهدوی صحبت میکردن، پس از پایان صحبت هایشون آقای رضا پهلوی خاک ایران رو که در یک جعبه زیبای منبتکاری شده وجود داشت بر تابوت ریختند. بعد از اون همین کار رو آقای علی رضا پهلوی انجام دادند. خانم شهبانو فرح از پشت سر الان داشتید ببینید و این هم دیگر بار آقای علیرضا و خانم شهبانو. از خانم خدمتتون که خانم شهبانو حضور داشتن، فرحناز خانم دختر بزرگ محمد رضا شاه، خانم یاسمین همسر رضا پهلوی، آقای شاپور غلامرضا و محمد رضا با همسرانشون و آقای اردشیر زاهدی و خلاصه تمام خانواده پهلوی حضور داشتند. و در پایان آقای میبودی حدود 2 ساعت شایدم بیشتر اینها دم در ایستادن و با یکایک افرادی که حضور داشتند
دست دادن و از همه سپاسگزاری کردن. من به اطلاع شما برسونم که با اجازه خود شهبانو ما دو تا کامرمن رو به این گورستان فرستاده بودیم، با اینکه کامرمن‌های بسیاری در پشت در گورستان ایستاده بودند و فیلمبرداری کاملی انجام شد از هر دو مراسم با مهر خود شهبانو که این اجازه رو دادن که این کار بشه، برای خصوصا هم تلویزیون شما که براتون خواهیم فرستاد دیگه که هر تیکاش رو خواستین بتونین ازش به اصطلاح استفاده بکنید. آقای میبودی عزیز، به هر حال در پایان هم خانم شهبانو فرح پهلوی ازشون خواهش شد که یک پیام کوتاهی رو بگن که توسط کامرمن‌های ما ضبط شد و گفتگوی بسیار کوتاهی بود که توسط خانم منصوره پیرنیا که از دوستان دیرین شهبانو هستن انجام شد. در این پیام بسیار کوتاه 3 دقیقه‌ای که من الان اگر بتونم براتون پخشش میکنم صداش رو بشنوید، شهبانو یک گلی رو به دست گرفتن در قسمت پایانی و با اندوه بسیار و عشق در چشمونشون گفتن که این گل رو میخواستم از طرف لیلا برای تمامی جوانهایی که در ایران عمر خودشون رو از دست دادن و از گور و نامشون هم هیچ نشانی نیست پیشکش کنم و این گل رو بدین ترتیب پیشکش کردم به تمام جوانانی که در ایران از دست رفتن و اضافه کردن که یه روزی امیدوارم که لیلا و پدرش رو که اینجا ما در خارج از کشور به امانت سپرده ایم بتونیم به خاک میهن برگردونیم و خداحافظی کردن با همه. و من شخصا آقای میبودی میخوام ازشون سپاسگزاری کنم، از خانم فرابری که با خستگی بسیاری که داشتن این تقاضا رو پذیرفتن و یک گفتگوی کوتاه 3 دقیقه‌ای رو که خواستیم ما ضبط بکنیم انجام دادن. با این گزارش آقای دکتر حسن عباسی رو از پاریس از مراسم به خاک سپاری یک دختر خانم جوان دانش